امروز اکثر خب بیشتر صحبت‌های رسمی است، وزرای خارجه کشورهای مختلف حمایتشان از روند دموکراسی، مردم سالاری، حقوق زنان، حقوق بشر در صحبت‌های خود گفتن و مخصوصاً تاکیدشان بر حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان واضح بود. امیدوار هستم که همچنان از روند مردم سالاری افغانستان و حکومتی که در او همه مردم افغانستان خود ببینند، چنانچه هم دکتر سیب عبدالله گفت و هم ملا برادر در صحبتش گفت که ما یک افغانستان میخواییم که همه در اونجا خود ببینند، یک پیام خوب است. چیزی که مردم افغانستان هم میخواین امی است، آرزویشان امی است که افغانستان را ما شاهدش باشیم که در او همه مردم افغانستان خود را ببینند و باعث شهروندان مساوی دارای مسئولیت مساوی باشند. کوفی صاحب، ما دیدیم طرف افغانستان گفتن که با خلوص نیت به مذاکرات آمده. طالبان در مقابل یک بحثشی بود که دولت افغانستان هنوز به مو وعده هایی که در گفتگوهای قبلی با آمریکا اونها امضا کرده بود میگفت که عمل نکرده. خب دولت افغانستان نه نگفتن همونه که دولت افغانستان هیچ تعهد تا بال رسما با طالبان نداده که مطابق به او عمل کنه. آنچه که دولت افغانستان انجام داده بیشتر از حسن نیت و بیشتر از گذشت و بیشتر از روحیه همکاری به خاطر آغاز مذاکرات بوده. رهایی 5000 زندانی خودش یک تعهد بود که دولت افغانستان به او ملزم نبود، اما به خاطر حسن نیت این کار انجام دادن. حال هم هیئتی که آمده از آدرس افغانستان یا از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان یک هیئتی است که اینا با حسن نیت به این مذاکرات میبینن و امید داریم که ما در جریان مذاکرات با گذشت، با احترام متقابل، با رعایت اصول مذاکره این مذاکرات آغاز کنیم. روحی مجلس چگونه ارزیابی میکنین؟ طالبا بیشتر خوشبین است یا چه قسم ارزیابی هم روحی در کل چه قسم ارزیابی میکنه؟ خب هرچند افتتاح است و در این بسیار زود است که آدم ارزیابی کنه، ولی ما اگر یک گام هم بگذاریم به این که دیگه باروت و گلوله جای خود به گفتگو و صحبت بده، یک قدم بسیار مثبت است.